زندگی هرگز به کام فرشته های کوچک افغانستان شیرین نشد. در میان کوچه و پس کوچه های شهر کابل ما به سراغ خانواده ای رفتیم که بغض و تاریکی عجیبه در چهره مرد این خانواده نهفته است. بولو چه هستی؟ چرا بود نداری؟ نه. بادر چی کار بکنی؟ کلاتی بایدی. بادر چی بایدی بکنی؟ اه ما اینجا با حکایت های عجیب و مملو از سکوت روبرو شدیم که خیلی ها ناراحت کننده بود، زیرا اطفال شیرین این خانواده از فرط سرمای زمستان پاهای ناز و طفلانه ایشان ترک خورده و درد پیدا کرده بود. اما تیم کمک و همکاری ما زمانی که در سروی برنامه ها و خانواده های نیازمند مصروف بود، با زن سر می خورند که از آن سوی دریاها و کوههای ولایت لغمان به کابل آمده است و شوهرش سخت در بستر بیماری درد می کشد و این خانم مهربان برای کار کردن در روی جاده ها و یا گهگاه به خانه های مردم می رود تا لباس بشورد و مداوایی برای درد شوهرش پیدا کند. سلام دوست عزیز، قسم شما میبینین قسمت از کوتل آمدیم به فامیل عزیز ما کمک شدیم و اینجا یک عمتن نیازمند دیگه ما است که باید امروشون کمک صورت بگیره. امروشون صحبت میکنیم، گپ میزنیم، ازشون میپرسیم درد دلشون که چی است و در این برف و خنک چی میگن با پاهای برهنه آمدن تا اینجا زحمت کشیدن. امروشون صحبت کنیم. سلام. سلام علیکم. خوب هستین؟ زنده باشی. نام شما؟ اسمتون؟ پری. خب پری. خب اینجا چی میکنین؟ دهی چی میگن برف لای گل آمدین؟ ما پیش دهان چیز خیمه بودیم. خوب. از خیمه باز بسیار برپا شد، زیاد وضعیت خراب شد، پشتوکای ما را یخ زد، بسیار سینه و بغل شد. فعلا در خیمه هستین؟ نی سر جا خانی ما ده پیش برگینه دو تاک بود، خوش در دروازه نداره، باز امید اونجا خودم داختیم. کرا میتینم اونجا؟ امید تو ششتیم نگه اش در دروازه چیز نداره، پیش پیوداری هم میشه. چیکار میکنه شاورتون؟ کراچیوانی میکنه نیستا هیچ کار مار نیست، نمیلیم بخانه، ای چیز نداریم، بیا ببینه اینا اردست، نه روغن است، ای چیز نیست، اشتوکای من میره خانه بخانه میگرده. چند دوات تفل داریم؟ شش تا تفل دارم. ماشاءالله شش دوات تفل دارن. ها. دهانی من وضعیت بیخی خراب است، اگر درست میبینی. درست است. خب دوست عزیز بریم یک بار خانه شانم ببینیم. چیز است پدر اشتوکای ما عملیاتی است و از خب. فیلن دخانه است پدر املودا؟ دخانه است. درست است میبینیم. دوست عزیز ما رو همراه باشین بریم همراه خاله پری گل ببینیم خانه شانه. همراهی شوهرش هم صحبت کنیم. جان بیاین بیاین. چطور کاره شدین از طرف لغمان اونجا جای زمین خانه چیز؟ هیچ چیز نداریم، هیچ چیز نداریم. بجم دخیمه بودیم، هیچم مردم گفت کمک میکنه، از خاطر کمک هم آمدیم، هیچ چیز نشد. نشد؟ نه هیچ چیز نشد. هنوز هیچ کمکی براتون نرسیده؟ کسه بود نداره، چیز نداره، کالا نداره. چند تا اولاد دارین؟ شش تا. شش تا بچه هستید؟ فقط این پدر اولاد هست دیگه کار میکنن؟ آه دیگه کسی نیست. بازی این مصارف که گفتین عملیات شده دوبار در خود افغانستان شده، این مصارفش شد دو کردین؟ کسی کمک شد؟ قرض میکردیم یک دیگه، نمیلیم یک لک روپا قرض دارستیم. کجاست خانه؟ این شیشه است، از یک گروپ چالان میکنیم، گزاری خودم میکنیم. برق نیست، آب نیست، آب هم 30 روپا و 20 روپا میکنیم. بیاییم آب هم نداره گفتین؟ نه آب هم بخرید دام. خب زندگی زگه نمیداره بخیر میکنیم. هم دیر Thank you.
خب دوستای عزیز ما آمدیم برای هموطن عزیز ما خواهر عزیز ما بر خانهشون قسمت میبینین واقعا وضعیت خیلی خراب است وضعیت خانهشون و یک اتاق است که اینجا هم خیلی سرد است و قسمی که خودشان گفتن طفلکایشان همینجا یک بخاری موندن طفلکایشان از بیرون کاغذ چوب چیز میچینن تا گرم شود اتاقشان و بتانن لحظه گرم باشن زندگی کنن قسمی که بیرون هم دیدن و اولی و چی میگن در دیوال چیز ندارن و از خودشان بیشتر میشنویم که چی میگن خب خواهر عزیز خوب هستین خب مادر جان عزیز بگوین که از کجا آمدین و چطور اینجا چند کرا میتین چی میکنین خب ما لغمان بودیم اونجا خیلی جنگا شد بسیار وضعیت خراب شد نه پیش ولی با چیز جنگ میکن باز اونجا در چهار دیوالی بودیم هم خانه نداشت همین خیمه بود همین خیمه بود چهار دیوالی بود این همه ما اونجا دروغ بگویم دروغ خوب چیز نیست این همه خیمه ما اونجا زده بودیم مردم گفت قبل بر زیاد کمک میکنه باز چه کم بود نه کسی پرسان مرا کرد نه کسی کمک کرد یک جای بود و دیگه جای بود آخر همی جامدیم چهار نه خیمه زده بودیم کنان ریاست مجلس نش که سم محمد خیمه مرا تیکا تیکا کرد آینه مرا برد میگه برو ایره خدا مواد دادم و تما 5000 روپا کرس کردیم خیمه را گرفتیم باز اینه ما را برد باز از اونجا کارتا داد میگه بری کندوس مواد میتا اونجا کرفتیم از اون طرف مرد از پیش مردم پیسه گرفتیم خانده های کابل کمک شدن برتان؟ نه نه یک گروپا کمک نکده در بار آخر رفته بودیم در نمیرم لیس دلیس بودیم تا بالی نه کمک کده نه زنگ زده هیچ چیز نیست ششتیم خب شد که ما میره پیدا میره اگر نمیره ششتیم کار میکنه بچه اگر کارتان شورتون چی کار میکنه؟ کراچی را میبره اگر 50 روپا کار کد نان میره اگر نکد می آیا خپا می شینه می ده چی تو کنم عملی اتیستم بار زیاد برده نمی تانه دیاری مزدوریم نیز دهی وقت چی مشکل داشته چی خسی مرزی؟ تکلیف مایده داره تکلیف مایده داره مایدیش چیز دانه بود او را عملیات دو دفعه عملیات کرده همون جایش هم معلوم می شه باز مصارف شه کی برتان تایم کرد یعنی مصارف همی عملیات شه از طریق دولت بود کس کمک شد نه هیچ کس کمک نکده دیده شه پخانه جمهوریت عملیات کرد کسی کمک نکده یکی دیگه کارس کردیم خب چیز تصمیم ندارین که پس برین به وطن یا که وطن کجاست دیگه هیچ چیز در وطن گفتین از لغمان ندارین اونجا جای زمین بنام لغمان هستیم دیگه جای ما لغمان هست دیگه چیز نیست اونجا نه خانه است نه زمین است دیگه اگه می بود چی میکردیم اینجا در بعد از ان شاء الله خدا مهربان است دوستای عزیز واقعا وضعیت شما خیلی خراب است قسمی که میبینن شوهر شما مریض است عملیات است نمیتونه توان کار نداره تپلاش خورده ریزه است و واقعیت مشکل میگذرد زمستان آمد سردی هوا قسمی که خودشان یادآور شدن به خاطر گرم کردن خانهشان که یک اتاق دارن فکر کنم یک اتاق دارن به خاطر گرم کردنش طفلکایش که خورد ریزه هستن پوشاک چیز ندارن که بپوشن بسیار سردشان میشه پایاشان یخ میزنن میگن میرن در برف چوب میچینن و از بیرون کاغذ تا خانهشان گرم شوه و زندگی پیش برد زندگیشان و کسی کمک هم نکرده نه نکرده قبلی هیچ کسی کمک نکرده اما عزیز قسمی که شما دیدین برنامه قبلی که کمک کردیم برای نیازمنده عزیز ما خواهر عزیز ما کمک کرده بودن یک مقدار پول فرستاده بودن که برای هموطنان عزیز ما کمک شویم آرد و روغن و برنج تصادفاً که همونجا همراه خواهر عزیز ما پریگل سر خوردیم و آشنا شدیم آمدیم که دیدن کنیم از خانهشان زندگیشان دردشان رو بشنویم و طفلکای خود روزه دارن که دیدین قسمی که خودتان دیدین پای برهنه بیرون شده بودن و بسیار واقعا سردشان شده بود خانه خورده بودن تشکر میکنم از خواهرای عزیز ما که کمک کرده بودن به امید کمک های بیشتر و بیشترشان که صورت بگیره تشکر از خواهرای عزیز ما که از کشور خارج کمک کردن خانم زلفیه و خانم نیلوفر عزیز آرزو جان فلورانس فلورانس که نامشان بسیار میبخشن که درست تلفظ کردن نمیتونم چون مشکل است خانم شگوفه جان و خانم نریز جان واقعا تشکر میکنیم و توجه بیشترشان هم میخواییم بر فامیل نیازمنده که تصادف هم در بیرون امرای ما سر خوردن و خواستیم ازشان سروی شوند ببینین که کمک داشته باشین ما یک وسیله میشیم یک واسطه میشیم به فامیل نیازمند برسانیم کمک های شما را و آرد روغن برنج دموتر است انشاءالله برشان پایان میکنیم و ببینین که کمک ها میرسه برشان انشاءالله دیگه بازم تشکر خداحافظتان برنگتان
دوست عزیز تشکر از تک تک شما که تاکنون ما رو بینده هستین. امروز ما و مریم جان سر زده به سراغ خانواده های نیازمند در گوشه و کنار کابل، که البته یک قسمت طرف زمین های قادر، البته طرف مکریان، و یک قسمت دیگه هم طرف مکریان. به یکی از خانواده ها را ما امروز جدیدن معرفی شدیم که در این گوشه زندگی میکنه، که من از عایشه و گوشه شب از این برنامه را برای شما شریک میسازم که در این گروپان هم کسی به طور رایگان برشان داده و حولادکایشان هم دیدیم که پای برانه، یعنی پایلوش در روی برفا میرفتن و شوهرشان هم اینا هستن که کمی کلاشی دستاشیشان هستن، روزانه کار میگنن، همون کارشان در چندان خوبی هست. اینا از ولایت آمدن در ایجاد جدیدن و گفتن در خیمه داشتن، خیمهشان رو جمع کردن و بالاخره یک کسی میگه برشان یعنی قسمت برشان تسلیم داده تا که زندگی شب و روز خود سپری بکنن. روزگار سخت را دارن که امیدوارم یک توجه خاص صورت بگیره. امروز هم کمک که از طرف خواهرای گرامی ما پول بیشتر روان کرده بودن، امروز ما به سه خانواده مبلغ 21000 افغانی میشم تسلیمات کردیم. آرد، برنج، روغن، انشاءالله که بتونیم برشان رسیدگی کرده. امر اینو داشته باشید. نمیدارم یه بیگی باشه.